بسم الله الرحمن الرحیم. معاصران گرامی، با قسمت دوم جلسه سوم دستی خود میرسیم. من و شما که اینجا بحث تحت عنوان قاعده پرچم را با هم مطالعه کردیم دانستیم، حالا میریم به بحث تحت عنوان از این که رژیم حقوقی حاکم بر مناطق قطبی زمین چی است معاصران گرامی؟ و این رژیم حقوقی کدام موازین و موارد را به صورت اساسی برای من و شما بازگو و بیان میکند؟ مناطق قطبی زمین که شامل مناطق یخبندان قطب جنوب می شود، این مناطق را تحت این قواعد تعریف می کنند، چون مناطق قطب شمال که اکثرا در کنترل دولت ها می باشد و در کنترل چهار دولت خاص قرار دارد: روسیه، ایالات متحده آمریکا، کانادا، دنمارک و کشور نروژ می باشد که در مناطق کنترل اینها قرار دارد. اما برای آنها یک سلسله قواعد را تعیین نموده که شامل قطب شمال و قطب جنوب می شود. رژیم حقوقی حاکم بر مناطق قطبی زمین را تعریف می کنند که عبارتند از مجموعه از قواعد و مقررات حقوقی است که این قواعد و مقررات حقوقی نحوه استفاده، اعمال حاکمیت، اکتشاف و بهره برداری از مناطق قطبی زمین را برای من و شما تعریف، واضح و بیان می کند. هرگاه من و شما معاصران گرامی با هم بیاییم این مناطق را مورد شناسایی قرار بدیم، گفته می تانیم که این مناطق را بانه که ایده از کشورها آنها را تحت حاکمیت خود تعریف می کنند، ولی با آن هم گفته می تانیم که علل خصوص قطب جنوب تحت حاکمیت دولت خاص قرار ندارد، و این ساحه ساحه مبتنی بر اصل میراث مشترک همه بشریت تعریف می کند. آن را محصلان گرامی تعریف می کند و برای آن محدوده خاص و مشخصه خاص را قائل نمی باشند محصلان گرامی. فراتر از این مسئله و این بحث گفته می تانیم که محصلان گرامی مبنای حقوقی رژیم حقوقی حاکم بر مناطق قطبی زمین را برمی گردد و پیمان بین المللی اول دسامبر سال 1959 واشنگتن که هر گونه ادعای سرزمینی را درباره مناطق قطبی رد کرده است. از آن جمله همچنان گفته می دانیم که معاهده منعقده سال 1979 در مورد منع آزمایشات اتمی، منع ایجاد نیروگاه‌های اتمی، تأسیسات اتمی و تأسیسات نظامی است که مبنای حقوقی موارد را تعریف می‌کند. اهداف ایجاد این نظام معاهده‌ای چی است معاصران گرامی؟ گفته می‌دانیم که عمده‌ترین و اساسی‌ترین هدف آن، شماره اول، اصل برسمیت شناخته شدن میراث مشترک همه بشر. دوم، اصل رد ادعا بر این مناطق. سوم، اکتشاف، استخراج و بهره برداری به جهت مقاصد علمی باشد. چهارم، منع هر نوع آزمایشات اتمی. منع هر نوع ایجاد تأسیسات نظامی و نیروگاه‌های نظامی. و ششم، این اهداف ایجاد این نظام معاهده این است که این منطقه از کره زمین را باید به شکل بکر و طبیعان باید حفظ کرد و از ایجاد اختلافات دولت ها جلوگیری صورت بگیرد. و هدف هفتمش این است که منع از دفن زباله های اتمی. چرا واصلان گرامی؟ به خاطر اینکه دفن زباله های اتمی، موادی که در نتیجه ساخت اسلحه اتمی باقی میماند، اینا نهایت خطرناک و حتی بقای بشریت را تهدید میکند، چون هرگاه در جین مناطق شود آبها آلوده می شود، با آلوده شدن آبها آبزیان موجود در دریاها آلوده می شود و با آلوده شدن آنها یا قسمن از بین می روند و یا به انسانها سرایت می کند. کمیسیون حقوق بین الملل مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نظریه تفسیری که در سال 1978 میلادی در این زمینه مطرح می کند، بعد از این که اتحاد جماهیر شوروی پیشین ادعای مطرح کرد مبنی بر این که قطب جنوب از آن آنهاست و آنها در آنجا اولین افرادی هستند که حضور یافتند و تأسیسات و نیروگاه‌های خود را ساختند، نظریه تفسیری که اینجا مطرح شد به صورت اساسی برای من و شما
باسکو و بیان می کند که این مناطق مبتنی بر اصل میراث مشترک وابسته به همه بشریت می باشد و این منطقه را کمیسیون حقوق بین الملل و مجمع عمومی سازمان ملل یک ساحه بی‌طرف غیر نظامی و زون غیر هسته‌ای جهت تحقیقات علمی دولت‌ها و اهداف صلح‌آمیز آن را تعریف کرده است. اصول حقوقی حاکم بر این منطقه اصل رد ادا، اصل رد استقلال، اصل میراث مشترک همه بشریت و اصل استفاده مشروط و مسالمت آمیز. و اما در عمل محصلان گرامی گفته می‌تانیم که به صورت اساسی قدرت‌های بزرگ جهانی، کشورها و قدرت‌های بزرگ جهانی در مورد این منطقه دید متفاوت دارند. فعلا قدرت‌های جهانی مانند روسیه، چین، فرانسه، ایالات متحده آمریکا، انگلستان و همچنان بعضی قدرت‌های خود کوچک دیگر در جهان ادعا دارند که در این منطقه باید برای آنها ادعای مالکیت آنها به رسمیت شناخته شود. و اما گفته می‌دانیم که در این راستا هر نوع ادعای حاکمیت مبتنی بر نظریه تفسیری کمیسیون حقوق بین الملل مجمع عمومی سازمان ملل در این راستا کاملا منتفی است، مردود است. ولی عملا بلاک غرب که در محوریت ایالات متحده و انگلستان تأسیسات تحقیقاتی دارند و روس ها و چینایی ها هم تأسیسات تحقیقاتی خود را دارند و جدیدن هم رئیس جمهور روسیه برای دولتش حکم صادر کرد که باید تحقیقات را تأسیسات تحقیقاتی که از زمان اتحاد جماهیر شوروی در مناطق قطب جنوب باقی مانده یا آنتارکتیکا باقی مانده باید آنها را دوباره نوسازی نموده تحقیقات را انجام دهند. اما باید گفت مسئلان گرامی که انجام هر نوع تحقیقات در این منطقه نهایت گذاب و با قیمت خیلی بزرگ می باشد یعنی هر کشور با آسانی نمی‌داند که تحقیقات را در این منطقه مسئلان گرامی انجام بدهند. بنابراین گفته می‌تانیم که در بحث تحت عنوان رژیم حقوقی حاکم بر مناطق قطبی زمین، اصل بقای بشریت، جلوگیری از اختلافات، اصل حفاظت محیط زیست و اصل بقای بشریت را به صورت اساسی مطرح بحث قرار دادن مسئلان گرامی. خب حالا می‌پردازیم به بحث تحت عنوان از این که حقوق بین الملل هوا چیست. مثلاً گرامی حقوق بین الملل هوا کدامین ویژگی ها و مشخصات خود را دارا می باشد، تعریف آن چیست، تاریخچه آن چیست و کدام موازین و موارد را در بر دارد. حقوق بین الملل هوا را مؤسسان گرامی تعریف می کنند که عبارت از مجموعه از قواعد و مقررات حقوقی است که امور ناظر بر قلمرو هوایی دولت‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد. یا به عبارت دیگر مسئلان گرامی تعریف می‌کنند که حقوق بین‌الملل هوا مجموعه از قواعد و مقررات حقوقی است که قواعد مربوط به عبور و مرور هواپیماها، بهره‌برداری از هواپیماها و فعالیت‌های آنها را به صورت اساسی تعریف و تنظیم میکند مؤسسان گرامی رویای بشر که همان پرواز بود و پرواز و هوا بودند از گذشته ها وجود داشتند و این رویا همواره با قربانی های نیز و همراه بودند. برای نخستین بار در سال 1892 میلادی بود که نخستین فردی که خواست با یک بحث بالهای مصنوعی پرواز بکند به شدت سقوط نموده و جان خود را از دست داد، تا اینکه بالاخره در ابتدای قرن 20 این بحث با یک سلسله پیشرفت‌های مطرح گردید. در سال 1909 میلادی برادران رایت موفق شدند که برای نخستین بار یک هواپیمای را بسازند که قادر به پرواز تا 5 دقیقه محدود در فضا بودند و هنگام نشست هم با یک سلسله مشکلات‌های مواجه گردید. بالاخره گفته می‌تانیم که
این سلسله پیشرفت هایی که در این راستا صورت گرفت در سال 1914 و استفاده از هواپیما در سال 1915 در جنگ اول جهانی واجب کردید که باید در این راستا یک سلسله قواعد و مقررات وضع گردد که این قواعد امور بین المللی این موارد را به صورت اساسی تنظیم می نماید. در گذشته مسئولان گرامی قلمرو هوایی دولت ها را وابسته محدود و منحصر می دانستند و توانایی و عملکرد دولت ها، یا به عبارت ساده تر هر نوع بحث استفاده از قلمرو هوایی را تا قبل از ختم جنگ اول جهانی قدرت های بزرگ جهانی وابسته می کردند و اینکه دولت ها تا چه اندازه کنترل و توانایی آن را داشتند. و عبارت ساده تر در ابتدا آنها 5 مایل را تعیین کردن، بعدا 10 تا 15 مایل را به حیث قلمرو هوایی تعیین کردن و گفتن تا جایی که هواپیمای دولت هم می تواند پرواز بکنند آنجا تحت عنوان قلمرو هوایی آنها شناخته می شود. اما با تحولاتی که در سال 1919 میلادی صورت گرفت، بس تحت عنوان مقابلنامی سال 1919 میلادی اینجا بود که دیگر بحث حقوق بین الملل دریا متحول گردید. بحث حقوق بین الملل دریا حقوق بین الملل هوا متحول گردید. با متحول شدن بحث تحت عنوان حقوق بین الملل هوا، محصلان گرامی گفته می توانیم که دیگر ساحه محدوده معین برای حاکمیت دولت ها تعیین شد. الاسال 1933 میلادی قدرت های جهانی اعتقادشان این بود که دیگر آنها هر دولت که هواپیمای دارد همان هواپیما تا هر جهتی که میتونه پرواز بکنند تا مقدار ارتفاع آنها را به این قلمرو تعیین میکرد. اما با پایان جنگ دوم جهانی دیگر این بحث به صورت جدی و اساسی تغییر نمود. بنابراین مقابلنامه ها یا مبنای حقوقی حقوق بین الملل دریا را گفته می تانیم که مقابلنامه 1919 پاریس می باشد، پروتکل الحاقی اول در سال 1929 مطرح می باشد، مقابلنامه شیکاگو در سال 1947 میلادی مطرح می باشد، کنونسیون توکیو در سال 1963 میلادی می باشد و کنونسیون 1970 و 1971 مونتریال کانادا است که هر یک به نحوه از آنها به صورت اساسی اجزای حقوق بین الملل هوا را برای من و شما تعیین میکنند. بنابراین امروزه طبق مفاهیم حقوق بین الملل، معاصران گرامی امروزه طبق مفاهیم، ارزشها و قواعد حقوق بین الملل، امروزه قلمرو هوایی دولت ها با دو دسته تقسیم می شود. قلمرو هوایی داخلی بحث اول و بحث دوم قلمرو هوایی بین المللی می باشد که اونا در قلمرو هوایی داخلی معاصران گرامی تعریف می کنند که از صفری ترین نقطه زمین آغاز می شود الی جایی که جو زمین یا اتمسفیر قرار داشته باشد و تحت حاکمیت یک دولت واحد قرار دارد. هر نوع استفاده بر اساس مقررنامه 1947 شیکاگو از هوای داخلی یک کشور، هر نوع استفاده و مقاصد مسالمت آمیز مستلزم اجازه قبلی و پرداخت حق العبور می باشد. بدون بحث اجازه و استیضان قبلی و خلوبون این استفاده محال ناممکن است و منجر به تصادم و رویارویی خواهد گردید. خب معاصران گرامی، وقت من شما حقوق بین الملل هوا را درک کردیم و امروز می دانیم که بیشترین تردد و سیر و سفرها میان کشورها از طریق هواپیماها صورت می گیرد. بنابراین صنایع و پیشرفت عظیم هواپیمایی امروز یک بحث نهایت ضروری و اساسی است که در حقوق بین الملل هوا پذیرفته شده می باشد و بنان باید مورد رعایت و احترام کلیه دولت ها قرار داشته باشد. یک بحث را برای شما معاصران گرامی تذکر بدم که استفاده از هوا از هوای داخلی یک کشور و منظور عبور و مرور هواپیماهای نظامی در عمل ممکن نیست مگر استیضان قبلی و یا معاهده‌ای در این راستا وجود داشته باشد. در غیر آن صورت و هر نوع ورود هواپیمای نظامی
و فضای کشور منجر و تصادم و برخورد و رویارویی نظامی خواهد گردید. مثلان گرامی، ما در اینجا چهار کنوانسیون را با هم به بررسی می‌گیریم که این هر یک از این کنوانسیون ها را با هم تعریف می‌کنیم، از جای محتوایش را مورد بحث قرار می‌دهیم، اهداف ایجادش، مبنای حقوقی و اینکه این کنوانسیون با کدام مقاصد ایجاد شده و هر یک از نکات مهمش را همچنان با هم مورد تشریح و بررسی قرار می‌دهیم. کنوانسیون شیکاگو در سال 1947 میلادی مطرح می شود که سومین، به عبارت ساده تر، چهارمین سند در مورد حقوق بین الملل دریا می باشد. مجموعه از قواعد و مقررات حقوقی است که به منظور تسهیل و تنظیم امور هواپیمایی و رفت آمد هواپیماها و همچنان تعریف یک دم از موضوعات خاص در سال 1947 میلادی با اجماع حدود 67 کشور جهان وضع و ایجاد گردیده است. این کنوانسیون را گفته می‌تانیم که بعداً مبنای برای ایجاد سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری همچنان محسوب می‌گردد. سازمان بین‌المللی هوانوردی محسوب می‌گردد. کنوانسیون شیکاگو مثلان گرامی و عبارت اساسی ابتدا از طرف 50 و بعد از طرف 64 دولت مورد تصویب قرار گرفت. این کنوانسیون نقاط اساسی و مهم اختلاف زا و بحث حاکمیت، مالکیت و بحث‌های مهم اساسی را که مورد اتفاق اختلاف دولت‌ها بودند تعریف و توضیح نمود. کنوانسیون شیکاگو مثلان گرامی و مبنای حقوقی آن برمیگردد به معاهده سال 1944 میلادی میباشد که بعدا به تصویب رسید و بالاخره در سال 1947 میلادی تعدیل گردید. مبنای حقوقی کنوانسیون شیکاگو جلوگیری از اختلافات از بحث اول و بحث دومی که مطرح میشود. دومین مبنای حقوقی آن همانا برمیگردد و بحث هایی که اختلافاتی که در جنگ دوم جهانی بر سر حریم فضایی کشورها مطرح می باشد و همچنان عمدترین بحث حقوقی که اینجا مطرح می شود مبنای حقوقی هم برمی گردد و قطعنامه شماره 23 مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1945 می باشد مبنی بر رعایت و احترام قلمرو فضایی یک دولت از جانب سایر دولت ها می باشد. اهداف ایجاد کنوانسیون شیکاگو در چی است مثلان گرامی؟ اهداف ایجاد کنوانسیون شیکاگو را گفته می تانیم که اول، ایجاد نظم و امنیت در مسائل هواپیمایی. دوم، اجرای تعهدات کشورهای عضو در خصوص مسائل هواپیمایی. سوم، تسهیل حمل و نقل هوایی و بهبود بخشیدن به خدمات هوانوردی از جمله چهار هدف اساسی کنوانسیون شیکاگو می باشد. خب مثلان گرامی، کنوانسیون شیکاگو بعد در سال 1964 میلادی و یک بحث بسیار مهم و اساسی مبدل می شود که در این بحث اساسی مهم بحث برمی گردد و اینکه سازمان هوانوردی ملکی تأسیس می شود و این اساسنامه یا محاسبه می شود. نکات مهم کنوانسیون شیکاگو از سال 1947 مثلان گرامی قرار زنگ است. اول، احترام به حاکمیت سرزمینی. این کنوانسیون برای من و شما به صورت اساسی بازگو و بیان می کند. به صورت اساسی بازگو و بیان می کند که هر نوع پرواز هواپیمایی که صورت می گیرد ورود و خروج باید مبتنی بر احترام به حاکمیت باشد. یعنی از قبل در این راستا باید تدابیر اساسی وجود داشته باشد. یعنی استیزار و اجازه مطرح بوده باشد. دو، ممنوعیت پرواز و فرود هواپیماهای دولتی. منظور از هواپیماهای دولتی در اینجا هواپیماهای نظامی است مثلان گرامی. یعنی ما خطوط هوانوردی ملکی را در اینجا به رسمیت می‌شناسیم. منع توسل به نیروی اسلحه علیه هواپیمای غیر نظامی. هیچ فرد و هیچ کشور در هیچ حالت نمیتواند که علیه هواپیماهای غیر نظامی با توسل به اسلحه گردد. منع سوء استفاده از هواپیماهای کشوری یا ملکی با مقاصد نظامی.
پرواز خارج از برنامه و طبق برنامه باید ترتیب صورت گرفته باشد. امتیاز حمل و نقل هوایی داخلی بحثی است که مطرح میکنند. باید این حق العبور و امتیازات در این راستا مطرح شود و در جهت پروازها باید ابتدا به حدود حمل و نقل هوایی ارجحیت داده شود. منع پرواز هواپیماهای بدون خلبان در آن زمان. مناطق پرواز ممنوع یک بحث نهایت مهم است. پرواز ممنوع در قطعنامه شماره 1474 1474 شورای امنیت سازمان ملل در سال 1973 میلادی مطرح می شود و بعدا در قطعنامه شماره 1666 شورای امنیت سازمان ملل در سال 1979 میلادی بر بحث ایران مطرح می شود. همچنان بعد در بحث ایران پرواز ممنوع را تعریف می کنند که عبارت از آن حالت خاصی است که بر طبق آن هر نوع پرواز هواپیماهای دولت خاص و یا عبور و مرور هواپیماها از حریم هواپیمایی خاص ممنوع می شود و نظارت آن توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت می گیرد. معمولا پرواز ممنوع در سه حالت مطرح می شود. اول، کشتار بی‌رویه غیر نظامیان، بحث اول. بحث دوم، نبود امنیت هوایی در آن منطقه. و بحث سوم، جلوه پرواز طیارات و هواپیماهای دولت مستبد و دیکتاتوری که یا هم جهت سرکوب عناصر انقلابی و یا هم انقلابیون بوده باشد. و دفاع از آنها بحث پرواز ممنوع مطرح می‌شود. هر نوع طرح بحث پرواز ممنوع توسط اعضای شورای امنیت مطرح می شود با اکثریت آرا. باید بحث پرواز ممنوع از جانب شورای امنیت تصویب شود و هر یک از اعضای شورای امنیت می توانند که از این بحث نظارت داشته باشند. بحث تابعیت هواپیما را این کنوانسیون تعریف کرده که تحت عنوان قاعده پرچم و قاعده سقف می باشد. یعنی طیاره پرچم کدام کشور بران ترسیم شده و در کدام دولت به ثبت رسیده. نحوه مساعدت به هواپیماهای و در حال مخاطره را بیان می کند. این که تحقیق در مورد سوانح هوایی، سانه های هوایی صورت می گیرد، چگونه تحقیقات، تسهیلات هوانوردی و وضعیت جنگی و حالت فوق‌العاده را به نحوه از انها مثلان گرامی تعریف، بازگو و بیان می کند. این از بحث جلسه سوم درسی من. شما امید که محصلان گرامی درک کرده باشید. در صورت طرح ابهام سوال شما میتونید به شماره تماس من تماس گرفتم و سوالات خود را در مطرح بسازیم و امید موفقیت های هرچی بیشترتان. برسیم به پایان قسمت دوم جلسه سوم درسی من. شما امید که موضوعات را درک کرده باشین و فهمیده باشین. محصلان گرامی، من نهایت تلاش خود را کردیم تا انشالله بیشتر از این تلاش خواهم کرد که درس ها را به صورت بهتر به شما به ثبت برسانم و در خدمتتان قرار بدم. امید موفقیت هرچی بیشتر شما و خانواده های محترمتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.